ربطی نداره. زرتوش میفرماید بهترین گفتار را به گوش بشنوید، با اندیشه روشن بران بنگرید، سپس هر یک از شما از زن و برد آزادانه خود راه خودتان را برگزینید. این درش کوچکترین اجباری حس نمی شود. خب و کجای دنیا شنیدید یه اسرائیلی بگه یا یک صهیونیست بگه بمب اتم یهودی، یا عیسوی آمریکایی بگه بمب اتم عیسوی، یا پاکستانی بگه بمب اتم اسلامی، بغیر از اینه که نام زرتشتی رو کنار بمب اتم میذارن که این موارد رو بخوان خراب بکنن. کروان قاسمی گرامی، شما در این زمینه اگر این یارو که بچهش معلوم نیست زن مرد دختر پسره، که اینم تو همین تیم شاهد نژاد ایناست، اینم اگه توضیح راجبش بدید کیه این یارو؟ استاد شاهد نژاد و استاد حجت الله کر حجت الله لاشی، ببخشید حجت الله کلاشی کدام؟ همین الان معلوم نیست، یه توله‌ای داره، نه معلوم ننوسه، نمیدونم دختر پسر کیه، الان تو وزارت امور خارجه آمریکا وارد دولت آمریکا شده، اتفاقا برای پیشبرد همین مقاصد این جریان. دختر یارو استاد ایران شهری کیه داخل ایرانه دکتر؟ سید جواد طباطبایی. سید جواد طباطبایی، بله. اینم اگه میشه یه توضیح در موردش بدید که اینا اصلا چیه و چه ربطی به افتیلی دارن. ببینید اینها یه مقدار از جنبه اسلامی میان موارد رو نگاه میکنن و یه جورایی اینها برخیشون خواسته و برخیشون ناخواسته مبتکر همین دیدگاه شیعه آریایی هستند، در صورتی که اصلا چیزی به نام شیعه آریایی یک جوکه، یک شوخی تلخه. و اون دیدی که اینها، ببینید ایشون دکتر هم هست یا پروفسور فیلسوف هم هست، ولی من نمیدونم این فلسفه که آقا خونده یا این دیدگاهایی که داره چگونه نتونسته در تربیت دخترش برای لابیگری برای جمهوری اسلامی نقش ایفا بکنه. از دو حالت خارج نیست، یا دخترشو نتونسته خوب تربیت بکنه، یا با آگاهی پدر دختر در حال لابیگری برای جمهوری اسلامی عبری عربی و طولانی تر کردن عمرش و بیشتر کشته گرفتن از ملت ایرانه. پس اینجا شما ببینید همینان گرامی، اینها باز هم میگم ویران کردن واژه‌ای چون ایران شهری، مهستان، نمیدانم زرتشتی، شیر و خورشید، چه این واژه‌ها رو اینا میخوان ویران بکنن. شما از این واژه‌ها دوچار وحشت بشین. شما ببینید کاری کردن در اروپا که نشان چلیپا یا صلیب شکسته که 5000 سال در ایران پیشینه داره رو شما اگر در برخی از کشورهای اروپایی به گردنتون باشه شما رو میگیرن و احتمالاً جریمه سنگینتون بکنن یا براتون زندان ببرن. و خب در صورتی که حالا اونا از یه نشانی که 5000 سال پیشینه داره نازی‌ها استفاده کردن، اینها هم میدونن دارن چیکار میکنن، اتاق فکر پشتش دارن، یک طرح هلال شیعی جمهوری اسلامی و یک طرح کمربند سبز و اینا آوردن به عنوان طرح میانپرستی که بله ببینید جمهوری اسلامی رسید به دریای مدیترانه، جمهوری اسلامی توان بازیابی و بازسازی خودش رو داره، جمهوری اسلامی میتونه در خودش بازتولید داشته باشه، کمی از اون ایرادها رو بذار به کنار و خودش رو مجدداً احیا بکنه، به سمت خوب و نیک و والا پیش بره. گویندش هم نادانه، هم باور کنندش نادانه، حالا واژه دیگه ای رو نمیخوام به کار ببرم. جمهوری اسلامی ابتره، توان تولید نداره، چون به همین دلیل که در این 42 سال گذشته خیلی از خود شیعیان منطقه با جمهوری اسلامی دشمن شدن، از شیعیان عراق و لبنان و پاکستان گرفته تا حتی برخی از شیعیان افغانستان. خواهش میکنم کدوان قاسمی بفرمایید، در خدمتتون هستم. من یه مطلبی فقط بگم راجع به همین طباطبایی که الان دکتر در موردش صحبت کرد، که حالا دخترش یا پنونس دختر پسر ننوس چیه این یارو، رفته تو تیم بایدن و اینا، یکی از هم خود طباطبایی که با ارادت بسیار بسیار خاصی به خاتمی و جریان اصلاح طلبان داره زیر مجموعه سروس، که حالا دخترش هم وارد جریان شده یا پسرش، نمیدونم چیه، بالاخره نفهمیدیم، نباید بگیم شهروز غیبی ماهیت رو مشخص کنه. ولی خیلی جالبه دکتر، افرادی مثل حجت الله کلاشی هم شاگردان این آدم هم. و اندیشه این آدم چیه دوستان؟ اندیشه این آدم اینه که شما باید بشینی و تجزیه طلب رو قبول کنی. شما به عنوان یک ایرانی باید وظیفت بر حساب دموکراسی و کوفت و زهرمار بشینی و با تجزیه طلب کنار بیای، چون در آینده شما و تجزیه طلب، هم شما باید حزب تو داشته باشی هم تجزیه طلب باید حزبشو داشته باشه، یعنی مماشات در اندیشه اینها. حالا چرا؟ چون در بخش داخلی افتیدی که حالا ما در آینده بهش میپردازیم،
تو قسمت دانشگاه های ایران افرادی از این مافیا هستن که این مزخرفات رو درس میدن. نمونهش همین طباطبایی. و شاگردانش میشن کی؟ میشه حجت الله الاشی، ببخشید کلاشی، که میاد تو تلویزیون شهرام شارلاتان و به عثمان زرگندی مشروعیت میدهد. این از این ور این کار رو انجام میده، زمینه فکری آماده است. اونا از اون ور زمینه فکری آماده است. جمهوری اسلامی هم که داره ماموریتشو انجام میده، خانم برند شفرم خمیرمایه فکری اینها رو آماده میکنه خدمتشون و پدر بزرگ همشون هم که جورج سوروس باشه تا دلتون بخواد پول میده. شما فکر نکنید فواد توفت و فویا حزب مشروطه برای آزادی ایران میاد سمینار میذارن و حرف میزنن. نه اصلا اینجوری نیست. شما فکر نکنید یک تلویزیونی مثل رژیم اینترنشنال میاد برای من و تو، برای آگاهی من و تو برنامه پخش میکنه یا دیگرانشون یا بی بی سی یا شهرام شارلاتان و همسال اینا. نه اینجوری نیست. اینا حقوق میگیرن که بیان این مزخرفات رو برای ملت ایران بگن. حقوق میگیرن و هر کسی هم مخالفشون باشه مزدور جمهوری اسلامیه. یارو صادق زیبا کلام رسما میاد تو تلویزیون شارلاتان بی بی سی رو تبرئه میکنه، شاه رو مقصر و متوهم معرفی میکنه. بعد اگر شما اعتراض کنی و میگه جمهوری اسلامی باید بمونه و باید اصلاح بشه، حالا اگر شما به صادق زیبا کلام اعتراض کنی شما میشه مزدور جمهوری اسلامی. مهدی خزعلی، پاسدار مهدی خزعلی میاد تو تلویزیون آشولاشای مثل رژیم اینترنشنال و شهرام شارلاتان و دیگران، اگر شما بهش اعتراض کنیم میشه مزدور جمهوری اسلامی. آقا یارو مأمور جمهوری اسلامیه، یارو پاسدار جمهوری اسلامیه. محسن سازگارا بنیانگذار سپاه پاسداران که خودش در تلویزیون رژیم اینترنشنال از دهنش پرید گفت ایده سپاه پاسداران یک ایده اسرائیلیه، خودش گفت. حالا ما در آینده پخشش میکنیم. گفت ما می‌خواستیم یه چیزی شبیه ارتش اسرائیل تو ایران داشته باشیم که شد این. و اتفاقا درست گفت. شما سپاه قدس و سپاه پاسداران وقتی اسمش شد سپاه قدس یعنی سپاه اورشلیم. متها اینو من و شما یا مردم عادی وقتی میبینیم یا میشنویم متوجه نمیشیم. وقتی بازش میکنید تیکای پازل رو افرادی مثل دکتر سروش مهراد، مثل من، مثل جناب کمالپور یا دوستان دیگه میان این تیکه ها رو میذارن بغل هم دیگه، بعد شما تصویر واقعی رو میبینی. وقتی تصویر واقعی رو دیدی قرارم نیست این تصویر رو باور کنید، برید خودتون تحقیق کنید ببینید این چیزی که ما الان اینجا گفتیم آیا درسته؟ آیا در کتاب برند و شفر یه همچین مزخرفاتی هست؟ آیا مجموعه FDD و امثال اینها خمیرمایش اندیشه برند و شفر؟ من دیشب توییت زدم خطاب به نوفدی. نوفدی یه جریانیه که اتفاقا خودش هم خیلی داره نزدیک به شاهزاده نشون میده و چون میدونم زیر مجموعه FDD اسنادش هم منتشر میکنین، از آقای کامران خراسانی یا خونسانی تو توییتر خواستم گفتم آقا جان میای موزت رو در مورد برند و شفر جورج سوروس و تمامیت ارز ایران موضع سازمانی تو میای شفاف مردم میگی، هر چیزی که بیاد بگه دروغ میگه چون ما اسنادش رو نشون میدیم که وابسته به بنیاد سوروس و وابسته به برند و شفر هستن. اما پرچمش رو چی شیر خورشید؟ اون وقت مهمان ها یا کسایی که توی برنامه هاشون یا توی سازمانشون هستن کی هم؟ حشمت الله تبرزدی قهرمان ملی شده. حشمت الله تبرزدی چی میگه؟ میگه فدرالیسم بهترین نوع حکومت برای آینده ایرانه. میخوام به ملت بگم مردم ما تا دشمنمون رو نشناسیم، تا سناریوهاش رو نشناسیم، تا ندونیم با چه جریانی طرفیم، مدام پیاده نظام سیاست مدارانی هستیم که از سیاستشون فراری. یعنی چی؟ یعنی 42 سال خالفان در داخل ایران متاسفانه پیاده نظام سیاست مدارانی بودید که خمینی رو برام آوردن. نمونهش تجمع میذاره یارو پرچم اسرائیل رو بگیره بغل دست پرچم شیر خورشید. نمونهش پرچم شیر خورشید رو میذاره پرچم آمریکا و آلمان و انگلیس هم میاره بغل دستش. آقا ما هر آن چه بدبختی کشیدیم از همینا کشیدیم. مافیای جهانی جمهوری اسلامی رو دیشب تو برنامه گفتم، یه بار دیگه میگم چون اینا مهمه، برای دو هدف اصلی جمهوری اسلامی رو وارد ایران کرد. یک،
ایجاد زمینه برای تثبیت اسرائیل بین کشورهای عرب و پسرعموهای خودش. یک. دو، زمینه سازی برای تجزیه و نابودی کشور ایران. این دو تا ماموریت جمهوری اسلامی بود و هر جفتش امروز به پایان رسیده. یعنی تو اون قسمت زمینه سازی برای تثبیت اسرائیل، جمهوری اسلامی کارش تموم شد، چون اسرائیل تمام اون منطقه رو جاپای خودش کرد و گرفت. این ماموریت تموم شد، سپاه قدس جمع میشه، جمع شد. و دومش زمینه سازی برای تجزیه ایران، که شما الان هر کجا نگاه می‌کنی خود ما مردم ایران میگیم، گفتم تو برنامه مثال زدم برنامه گذاشته، 5 کرد در کردستان دستگیر شدن، 5 عرب در خوزستان. همین گفتن 5 کرد و 5 عرب و 5 بلوچ، این یعنی تجزیه ایران به همین سادگی. کی این کارو کرد؟ همین جریان خانم برندا شفر که گنده گندش میشه سروس. توسط کی؟ توسط افراد آشولاشی مثل فواد پاشایی، مثل اسماعیل نوریالا، مثل اثر شریعت مداری، مثل تبرزدی، مثل نسرین ستوده، مثل نرگس محمدی، مثل صادق زیباکلا، مثل محمد خاتمی، مثل شهرام شارلاتان، مثل رژیم اینترنشنال، مثل علیرضا غوری‌زاده، همینا، مثل محسن سازگارا. و این گرفتاری ما مردم ایرانه. مانند سید حمیدرضا موسوی نژاد. سید حمیدرضا موسوی نژاد مثل زنش که دوتا شوهر داشت، آرتمیس علی‌آبادی. ببینید دوستان، برای همینه که وقتی یک شعاری در داخل ایران فریاد زده میشه، میگه رضا شاه روحت شاد، تمام 4 ستون بدن این اپوزیسیون خارج از کشور دیگه مثل بیبه میلرزه. وقتی مردم میان میگن رضا شاه روحت شاد، تمام این رسانه‌های مثلا مخالف جمهوری اسلامی اعضای عمومی میگیرن. شهرام همایون دیگه نمیدونه چجوری بیاد بگه مردم تو رو خدا این شعارا ندید. بی بی سی دیگه نمیدونه چی کار کنه با این شعار. علی ناجوان علی جوان مردی جائش میاد صدا میذاره رو اون ویدیویی که دارم میگه رضا شاه روحت شاد. عباس نمیدونه، عباس جفرسون کیه، اون چی بود اسم جدیدش، جناب کمالپور چی بود، از چی درست کردیم، اسکولو داموس زمانه، اینا دیگه نمیدونن چی کار کنن. آقا شما برید نگاه کنید، خانم معصومه علی نژاد که یکی از زیر شاخه های FDD، حالا بهش میرسیم در آینده، میاد ویدیوهای که در داخل ایران فریاد میزنن رضا شاه روحت شاد، یک دونه‌اش تو کانالاش نمیذاره. آقا نمیذاره. مگه شما نمیگی مخالف جمهوری اسلامی هستی؟ مگه نمیگی گوش به حرف ملت ایران میدی؟ مگه نمیگی برای آزادی اون مردم داری دفاع میکنی، تلاش میکنی؟ چرا نام دموکراسی رو هی نمیارن، هی دموکراسی؟ آقا چرا حرف مردم؟ او علی ناجوان مردی جایش میاد خودش نظرسنجی میذاره جمهوری یا پادشاهی، 95% میذارن پادشاهی، بعد میاد میگه من با اسلحه وای میسم جلو تو، عین صادق زیباکلا. آقا خب اگه نظرسنجی گذاشتی به رأی مردم گذاشتی، چرا دردت میاد؟ میخوام اینو به دوستان بگم، اینا رو وقتی بشناسید، بعد اگه مردم اومدن تو خیابون گفتن رضا شاه روحت شاد، شما در خارج از ایران یک صدا فریاد بکنید. دیگه انتری به اسم اختر قاسمی چپی توده‌ای نمیتونه بیاد توی کلن آلمان جلوی شما رو بگیره دیگه، حق نداری بگی رضا شاه روحت شاد. چرا؟ چون شما میشناسی، میفهمی اختر قاسمی در ماه چند دلار از افتیدی میگیره. وقتی اینو بدونی دیگه اون وارد جمع شما نمیشه، دیگه شناسایی شده. حالا چجوری این اتفاق میفته؟ با همین برنامه های رستاخیز سیمور و امثال اینا. بفهمید مرالی را خواهش میکنم. کدبان قاسمی گرامی، علی جوانمردی جاش، جاشی تروریسته، جاش یا جایش یا جاش، من بالا جایش هم بهش میخوره، ولی درسترش به، حالا شما هم درست میفرمایید، ولی به کردی میشه جوانمردی جاشه، جاشی تروریسته، جاش تروریست. بر کدبان کمالپور گرامی، الان در کدوم فرتور هستیم؟ الان ما چون زمان کم داریم اینا رو با سرعت ببریم. فرتور بعدی نشان چلیپای شکسته باید باشه یا صلیب شکسته. بله. خب اینم که جیسون رضا قجر جورجانی ابراز خوشحالی میکنه از کمپ جوانان هوادار هیتلر در
اعماق یا ژرفای جنگل‌های شمال سوئد. اینا رو مجبوریم زود رد کنیم چون رو هر کدومش من میتونم 10 دقیقه توضیح بدم، زمان نداریم. بعدی رو فرتور بعدی، آخرین هشدار به آخرین ولیعهد. به به، بالاش چیزی نوشته؟ بله، نوشته کودتای ما میهن‌پرستان 30 مرداد 1395 به عنوان یک روز تاریخی و یک گام بزرگ به سوی نوسازی ایرانشهر به یاد خواهد ماند. من از فردای بیانیه آخرین هشدار با آخرین ولیعهد، چون یه آشنایی داشتم با، از نزدیک نیده بودم ولی یه آشنایی با امید شریفی دانا و زنش نازنین زرین کلاه داشتم، متاسفانه که باعث سرشکستگی منه و من نمیدونستم ماهیت اینا چیه. ماهیت اینا در زمان بیانیه آخرین هشدار به آخرین ولیعهد به خودشم گفتم، پاسخ من رو نتونست بده. حالا نمیخوام به این بپردازم، اما بعد از بیانیه اینها به من زنگ زدن، بسیار آشفته بودن، تو خیابون بودن، جیغ میزدن، زنش هم ناسزاهای بدی به شاهین و زنش میگفت و میگفت که این پوست موزی بود که اینها زیر پای ما انداختن. مبتکر این طرح شاهین بود، همین سید حمیدرضا موسوی نژاد، اما در لحظه آخر گفت بنا به معذوراتی که دارم نمیتونم امضا بکنم. حتی متن اولیه این بیانیه رو هم سید حمیدرضا موسوی نژاد با نام جعلی شاهین نژاد می‌نویسه براش میفرسته، مثل که متن رو اونقدر اینا نمیپسندن و بعد میدن به بردیا پارس، شاگرد داریوش همایون می‌نویسه براشون و بعدش هم آقا رفت شهرام همایون. بله، درود بر شما. هرچند بعدش هم رفت تو شبکه شهرام همایون، کلی توهین کرد به رضا شاه دوم، همین بردیا پارس، شاگرد و مرید داریوش همایون. فرتور بعدی رو لطفا نشون بدین. بله، لیلا دولتشاهی. بله، ایشون هم مادر بزرگ که درگذشتن، پایینش فقط ببینید چی زده که فردا نگن من این قجرشو از خودم درآوردم. پدر بزرگش نام خانوادگیش قجر جرجانی بوده، از ملاکین به قول گفتنی منطقه مناطق آذری نشین بوده. حالا دیگه خودتون بقیهش رو میتونین حدس بزنید. از این از اون توده فئودال هایی که به قول گفتنی خون مردم رو تو شیشه میکردن، با بزرگواری رضا شاه محدود شدن و با بزرگواری شاهنشاه آریامهر روانشاد برای همیشه از صحنه اجحاف و ستم به ملت ایران به ویژه روستایی ها، کشاورزا و دامدارا کنار زده شدن در انقلاب سپید، انقلاب شاه و مردم. فرتور بعدی لطفا. بله، سید حمیدرضا موسوی نژاد با رضا قجر جرجانی. بله، فرتور بعدی لطفا. خیلی جالبه این تیکر رو، یک آهنگی هست که در دوره قجر ساخته شده، دوره ناصرالدین سلطان. خواهش میکنم به این سلطانهای قجر شاه نگین، شاه یه بار معنای زیبای ایرانی داره، اینا سلطان و سلطانکن و در زمان ناصرالدین سلطان ساخته میشه اگه نادرست نگم. بله، و ولی سروده‌ای که برای این درست میشه در جمهوری اسلامی درست میشه. حالا با یک آهنگ و سروده قجری، یعنی آهنگ قجری به دستور ناصرالدین سلطان و بعدش هم در جمهوری اسلامی که اون آهنگ و شعرش سروده میشه، آقا اومده ستایش کرده فرتور سید حمیدرضا رو، گذاشته نوشته صبح امید وطن جلوه کن در آسمان همچون مهر جاودان. بعدی رو لطفا. اونتا یه بهتش رو دکتر یادش رفته، بهتش این بود که همچون صبح جاودان با این زنی که داری با یه زن دیگه شوهر دارم به ما این یادش رفت. آرتمیس دیگه یادتون هست که. فرتور بعدی به زبان انگلیسیه، درسته؟ بله. آها، این آقا ایستادن کنار همدیگه، سید حمیدرضا و نمیدونم آقای قجری، پسمانده قجری اونجا. حالا امیدوارم به هم میهنان نیک، من مشکلی با قجرها ندارم، این رو هم بگم، ما در زمان رضا شاه قجری هایی رو داشتیم که منشأ خیر و برکت از زن و مردشون برای ایران شدن، ولی بخشی از قجرها هم مانند متاسفانه همون دوره اشکانی ساسانی که بخشی از اشکانیان شروع به توطئه علیه ساسانیان کردن و کشور رو رسوندن به اونجایی که حتی با عرب ها قرارداد بستن و بی‌طرف بودن در یورش عربستانی ها به ایران، این بخشی از بدنه خاندان قجر هم متاسفانه شرکت بسیار فعالی در شورش 57 داشتن، کمک مالی میکردن، بعضی هاشون در گروه های چپی بودن، بعضی هاشون به قول گفتنی در همین گروه های پانترکیستی
عضو بودن و نقش فعالی بخشیشون داشتن. بخشیشون ببینید همه رو نمیگم ها، مثل دکتر مثال، مثل مصدق، مثل مریم رجبی. درود بر شما. مریم ازدانلو قجر و مصدق و سلطنه قجر. این کافیه. آره نوشته که ما توضیح داده، حالا بقیهش رو نمیخونم. نوشته شاهین نجات که امیدوارم به زودی قدرت رو در ایران در دست بگیره. باش را صفت دولتت بدم. فرتور بعدی از یک تارنمای حکومتیه که دوستان این رو در برنامه خودشون هم بزرگواری کردن نشون دادن. دکتر گفته امیدوارم چیکار کنیم؟ که به زودی امیدوارم شاهین به زودی قدرت رو در ایران در دست بگیره. منظورش چیز قدرت بوده؟ نه منظورش چیز قدرت بوده. قدرت ما داریم تو ایران. منظورش حالا دیگه شما حرفا رو خیلی آتشین نفرمایید تا من یه توضیح بدم. ایشون حتی در یکی چیزی که من جا انداختم براتون بفرستم، فرتوری از شاهین و زنش رو گذاشته بود و نوشته بود با مردن علیرضا پهلوی فر در خاندان پهلوی نابود شده و فر در افراد، فر پادشاهی یا فر شاهی در افراد دیگری جلوه‌گر است. یعنی اعلام کرده بود شاهین و زنش که شاهین نام جعلی است، سید حمیدرضا موسوی نژاد و زنش آرتیمیس علی آبادی یا همون آرتی دیانا یا آرتیمیس اهورا دارای فر شاهی هستن و در ایران باید شاه بشن. فرتور بعدی از تارنمای حکومتی جمهوری اسلامی عبری عربی است، شفقنا. میبینید که مراسم پدر بزرگ همین سید حمیدرضا موسوی نژاد با نام جعلی شاهین نژاد در قم برگزار شد، بسیار باشکوه، و در اونجا کی نشسته؟ آیت الله شکر مکارم شیرازی و آیت الله علوی گرگانی، اگر نامش رو نادرست نگم. پست بعد، فرتور بعدی رو، آها، زمانی که جیسون رضا قجر جرجانی اومد اعلام کرد که با موساد در ارتباط و ارتباط برقرار کردن باش و به گفتگو نشسته با موساد و طرح صهیونیسم ایرانی رو داد و اعلام کرد که ما باید صهیونیست ایرانی بشیم، که دیگه مشخص این منظورش چی بود. بعدم که با واکنش های تند میهن پرستان راستین، نه این میهن پرستان دروغین پلاستیکی صادراتی که جست میهن پرستی گرفتن فقط برای دشمنی با رضاشاه دوم و ارائه معیارها و الگوهای جدیدی از درون فرهنگ ایرانی گلچین کردن که میخوان نشون بدن رضاشاه دوم با بر پایه فرهنگ ایرانی به درد پادشاه شدن در ایران نمیخوره، که این اصلا دروغی بیش نیست و ایشون شایسته ترین فرد برای رهبری ملت ایران است. این آقای سید حمیدرضا موسوی نژاد که نوه آیت الله موسوی نژاد هستی در مشهد که حوزه علمیه داشت و یار آر واعظ طبسی بود، سلطان خراسان و میدونیم چه ثروت هنگفتی داشت، پدر بزرگت هم همینطور. خب تو خیلی کوچکتر از این حرفایی که بخوای برای ملت ایران خط و راه و روش نشون بدی. اینو بهتم گفتم، گفتم یا دهان زبان در کام بگیر، سنگ بر سر راه ملت ایران ننداز و چوب لای چرخ آزادی ملت ایران نذار، چون میدونستم پول هنگفتی پشت سرته، یه مجموعه ازت پشتیبانی میکنه و شیوه های سخنوری و مجموعه سازی و گروه و بان تشکیل دادن رو خوب آموزش دیدی. پیام بهت دادم بکش کنار، بسیار هم ثروتمندی، زندگیت رو در آمریکا در یوستون تگزاس داشته باش، ولی گوش نکردی و مجبور شدم من برای آقای ملت ایران به همراه دوستان دست به آگاه سازی بزنیم. بعد این آقا وقتی دید که آبروی جیسون رفت و جیسون مردم بسیار واکنش های تندی نشون دادن، اومد یه پستی گذاشت و گفت جیسون اعلام انصراف کرده در از این صهیونیسم آریایی. اونو میشه بخونید و دقت کنید به پست پایینش، یک نوشته ای داره به عنوان که چرا با اعدام مخالف نیستم. خب این مشخصه. این ببینید، این من میدونم منظورش از این قضیه چیه. این با اعدام مخالف نیستم و میگه در بخش های داشتن اعدام خیلی خوبه. میخواد این رو کدوم فرتو رو میفرمایید؟ بعد از همین شفقنا یه پستی هست، از نوشته ای هست از سید حمیدرضا موسوی نژاد. آه بله، اگه میشه اون رو بخونید و اون نوشته پایینش هم که دوستان متوجه بشه. بله، به دوستان ارجمند سفارش میکنم این سخنان دکتر جرجانی را بشنوند که به دروغ پردازی و فریبکاری این فرد میپردازد. البته مهمتر از آن، جیسون توضیح میدهد که چرا بحث صهیونیسم ایرانی را پیش کشید و چرا اکنون آن را اشتباه میداند و در این زمینه
حرفش رو پس میگیرد. برای خود من آره، گندش که در اومد دیگه اون موقع دیگه فاید سودی نداره. برای خود من هم برخی از این توضیحات تازه و شنیدنی بود. دکتر جرجانی سرمشقی برای رو راستی و دلاوری در بیان خیلی ایشون اصلا تندیس دلاوری است. در برنامه‌ای که با شاهین نژاد یا همین سید امیررضا موسوی نژاد و شهرام آریان داشت که اونم یکی از این دو تا هم، یکی از اون دو تا هم بدتره، اعلام کرد ما صهیونیسم ایرانی رو می‌خوایم داشته باشیم. چرا همون موقع تو برنامه بهش نتاخت؟ چرا همون تو برنامه ازش پرسش نکرد؟ چرا به چالشش نکشید؟ دروغ میگه این مردک. باور کنید کیسه و انبان دروغ و فریبه. من اینقدی که در یک سال از این دروغ شنیدم، باور کنید در یک بریده زمانی از کس دیگه اینقدر دروغ و دقل نشنیده بودم. زمان کمه، مجبوریم بگذاریم. فقط پایین شما بله، چرا با اعدام مخالف نیستم؟ برخی از همیهنان به ویژه ساکنان در اروپا و کانادا مخالفت با اعدام را انسانی، پیشرو و منطقی میدانند. هرچه کوشیدم در این زمینه خودم را قانع کنم و من هم شیک فکر کنم، نتوانستم. باور دارم در موارد زیر نه تنها اعدام غلط نیست که واجب هم هست. اعدام این گونه افراد بقیه نداره؟ نه خب دیگه جای نبود، من فقط با این اندازه میتونستم عکس بگیرن. دوستان برن تو صفحش ببینن ایشون چرا با اعدام مخالف نیست. البته خب من میدونم چرا مخالف نیست. حالا بریم روی فرتور بعدی ببینیم این خانم آرتی دیانا، آرتمیس علی‌آبادی یا آرتمیس اهورا که 50 تا نام داره، ایشون طرز فکرش که زن شاهین نژاده چه طرز فکری رو داره. آیا اینا که به ملت ایران فخر میفروشن که شما نمیدونم در از منجلاب اسلام نمیخواید بیاید بیرون و چرا نمیدونم این کارو نمیکنید اون کارو نمیکنید، آیا این خانم پس از این همه سال به شعور سیاسی و میانپرستی درست دست پیدا کرده یا هنوزم داره به پدرسوخت بازی و ایران ستیزی و جلالود کردن فضای اپوزیسیون ادامه میده؟ اینو اینجا میشه فرتور رو یه بخش کوتاهش رو بخونی؟ بله آقای ترام، لطفاً این نقاط فرهنگی را بمباران کنید. ولی از 52 تا بیشتر شده. دیروز پرزیدنت ترامپ در توییتی هشدار دهنده نوشت که 52 نقطه از ایران را به نیت 52 یروگانی که عباس عبدی ها و مصدومه ابتکار ها در جریان اشغال سفارت آمریکا در تهران گرفته بودن بمباران خواهد کرد. ما چرا نگرد؟ چرا چرت و پرت؟ او یک چیز دیگر هم در این پیام هشدار دهنده نوشت که باعث چی؟ خرقلت زدن اصلاح طلبان حکومتی شد و آن این بود که اینو فقط یه خر میتونه بفهمه که چه کسی این خرقلت زده. فقط یه خر میتونه بفهمه. اصلاح طلبان حکومتی شد و آن این بود که آمریکا نقاط فرهنگی ایران را هم هدف بمباران خود قرار خواهد داد. سپاسگزارم اصلاً. ببینید یعنی یک انسان باید چقدر از شرافت خالی شده باشه، یک ایرانی که اصلا خواهش بکنه آقای، چون اینا اینو فکر نکنید فقط یه زن بی سواد نادان لومپنی مثلا آمده یه چیزی نوشته، نه، اینا از طریق آریا صالحی و پسرش که وکیل دار و دسته اینا بود، اینا با ترامپ در ارتباط بودن. حتی همین شاهین و زنش و جیسون و اینا با ایوانکا ترامپ نامه نگاری داشتن، نامه ای نوشته بودن، اونا هم پاسخ داده بودن شما رو میشناسیم، اکنون کمی گرفتاری داریم، در آغازی که ترامپ بر سر کار اومده بود، و 100% با شما ارتباط برقرار خواهیم کرد، که این ارتباط هم به دیدار آریا صالحی با دونالد ترامپ انجامید. پس نوشته ای که این مینویسه، این جرثومه ایران ستیز آرتمیس علی آبادی یا همون تو فیسبوک آرتی دیانا و جای دیگه آرتمیس اهورا، این چیز کمی نیست. این یعنی داره یه سیگنالی میده که آقا بیا بزن به ایران، حمله کن. توی بعد شمایی که خانم آرتمیس علی آبادی وقتی هوادار یورش نظامی و به ایران و کشتار ملت ایرانی، خب مگه اینو نمیدونی که با یک حمله نظامی محدود بیشتر مردم کشته میشن، جمهوری اسلامی عبری عربی سر جاش میمونه و از این بمباران برای دگرگونی افکار عمومی مردم ایران در جهت برانگیخته کردن احساسات ملیگرایانه یا میهن‌پرستانه‌شون بهره میبره، برای اینکه بتونه یه مقدار اون فتیله ستیز با یا پیکار راستین با جمهوری اسلامی رو بکشه پایین. چو فرق شما با مریم معمار صادقی که میگه جنگ نعمته با خودش دموکراسی میبره به خیلی جاها چیه خانم علی آبادی؟ او فرتور بعدی رو لطفا نشون بدیم.
آرتی دیانا، کریم دهلی فعال حقوق بشر در مصاحبه با رادیو فردا: تعداد افراد بازداشت شده در استان خوزستان تا روز چهارشنبه 29 آبان را بیش از 450 نفر اعلام کرد. سازمان سپاسگزارم ازتون، تا همینجا پوزش میخوام. کریم دهینی هم میهنان یک تجزیه طلب پان عرب وهابیه، گروه تروریستی داره، بارها باعث ترور و بمبگذاری در خوزستان شدن. بعد این خانم میگه من ایران شهری هم که این واژه مقدس رو به لجن دارن میکشن. البته این واژه پاکتر و منزهتر از اینه که اینا بتونن ویرانش بکنن، ولی هدف اینها رو دارم میگم. ایران شهر در دوره هخامنشی کاربرد داشته، در دوره به گونه ایران شطر در دوره ساسانی کاربرد داشته، تعریف داره، تعریف جغرافیایی داره، نمادی از گستره زندگی تیره‌های ایرانی از مرزهای چین تا به هر کجایی که کرد زندگی میکنه تا نزدیک دریای مدیترانه از گستره محل زندگی تیره‌های ایرانی گفته میشه. خب بعد این خانم ادعای میهن پرستی داره، مطالب از کی پخش میکنه؟ مطالب پخش میکنه از کریم دهیمی، یک تروریست بمبگذار تجزیه طلب پان عرب وهابی. بعد میگه من میهن پرستم هستم، بعد فخرم میفروشه، من آگاهم، ما برنامه سازیم، ما داریم کار فرهنگی میکنیم. این بعدیاش که دیگه فاجعه تره. بعدیا رو میتونید لطفا نشون بدین؟ بله، 6 تن از بسیجیان جنایتکار در ماهشهر توسط مردم به هلاکت رسیدن. اتحاد انجمن نشانیش رو ایران نشانیش رو در آرتا دیانا. نشانیش، بله، نشانیش رو در پایین میشه به انگلیسی نوشته بخونید. فارسی FFFI.SE. خب حالا بریم فرتور بعدی ببینیم که این فارسی نقطه FFFI نقطه SE متعلق به کیه که خانم چند نامه آرتمیس علی آبادی تو صفحه خودش چند بار از این تارنما دیدم داره مطلب پخش میکنه. بله میبینید بالا هم همونو زده، درسته؟ اتحاد انجمنها برای ایران آزاد. آره، نشانیش هم همونه، فارسی نقطه FFI. حالا بریم فرتور بعدی ببینیم. شما چیز آشنایی اونجا نمیبینید از یه گروه تروریستی که دستش تا آرنج به آغشته به خون ملت ایرانه؟ تظاهرات هواداران مقاومت در استکهلم 30 نوامبر. درود بر شما. پایین فرتور تجمع مزاحمین خلقه. فرتور بعدی بریم ببینیم، عکس آشنایی نمیبینیم از این تارنمایی که بارها آرتمیس علی آبادی زن سید حمید رضا موسوی نژاد با نام جعلی شاهین نژاد توی صفحه خودش و جای دیگه پخش کرده. بعد میگه میهن پرستم هست. یعنی همه اینها تو صفحه همین خانم داره پخش میشه دیگه، درسته؟ بله بله، بارها، بیش از 30-40 بار از این چیزایی که امشب نشون میدیم من خودم شخصا تو صفحش دیدم. یه عکسا رو من گرفتم دیگه. بعد پیام شماره 17 محسود رد، بابا اینا همشون دیوانه. آگاهانه داره این کارو میکنه. فرتور بعدی از یه گروهی که اونا هم توش هوادار تجزیه بخشای کردنشین ایران هستن، مطلب از سازمان حقوق بشری هنگاف. یعنی تا اینجا شد از پان عرب ها مطلب پخش کرده، از تجزیه طلب های پان عرب وهابی، از مزاحمین خلق مطلب بارها پخش کرده، از سازمان تجزیه طلب که خواهان تجزیه بخشای کردنشین ایرانن مطلب پخش کرده. هنگاف رو هم نشون داد این کدبان دوتاش رو. الان بله، الان رو تصویره. سپاسگزارم. خب دیگه مردم خودشون ببینن، دادوری بکنن، زمان نداریم. بریم برای بعدی ببینیم این خانم از من مطمئنم که میدونه العربی دشمن تمامیت ارضی یا یک پارچگی سرزمینی ایرانه. بیش از 20 بار خود من شخصا در صفحش دیدم در یک دو سال گذشته تا کنون که از العربی مطلب پخش کرده. العربی که به جای خلیج پارس می‌نویسه خلیج. العربیه که برای که واژه عربستان رو در رابطه با خوزستان زنده بکنه به کشور عربستان میگه پادشاهی سعودی، دیگه بر عربستان به کار نمیبره، برای که چی؟ که عربستان برای خوزستان به کار برده بشه. خب حالا ما بریم العربیه رو هم نشون دادیم. بله بله، الان رو تصویر. بریم فرتور بعدی ببینیم که این خانم با چه گروهایی بیشتر دلبستگی داره و از چه گروهایی به زبان انگلیسی و پارسی مطلب پخش میکنه. این خانمی که به دروغ خودشو میهن پرست میدونه ولی بسیار گرایش داره به گروهای تجزیه طلب.
اگه گرایش نداشت پخش نمیکرد. کدبان قاسمی گرامی، کدبان کمالپور گرامی، همیهنان گرامی، آیا شما از اگر هوادار پادشاهی هستید تا کنون بغیر از برای افشاگری یا رو کردن دست اینها مطلبی در تایید گروه های پان عربیستی، پان ترکیستی یا مزاحمین خلق تو صفحتون به عنوان تایید خبر یا تایید مطالب خبر پخش کردین؟ نه دکتر، این همون چیزی که الان گفتم. اون یارو من کی بود الان؟ یارو استاد دانشگاه گفتید داخل ایران، طباطبایی، سید جواد طباطبایی، سید جواد طباطبایی و همسر اینها شاگردانی دارن که بهشون میگه باید مماشات کنید با این گروه ها و بهشون مشروعیت بدید. این همین نمونه از اف دی دی دیگه، اندیشه برنداش فر. بله دقیقاً، اندیشه علی تجزیه جایش. خب اینا هم نزدیک هم دیگه، اینا با یه باند صهیونیستی پارسی زبان که حتی توی گروهشون هم یکی دو تا از این افراد مشهور دارن، با اینا دارن کار میکنن، با موساد در ارتباطن. نقابش چیه دکتر؟ نقابش چیه؟ ایران شهری. خب شما اینجا نقاب ایران شهری میبینی، اونجا نقاب پادشاهی میبینی، اونجا نقاب تجزیه طلب میبینی، یه جا نقاب جمهوری خواه میبینی، یه جا نقاب میانه رو میبینی، یه جا نقاب هیچکاره میبینی، ولی پشت همهشون وقتی نخا رو بگیری بیای میرسی به کتاب خانم برنده شده. یه همون چیزیه که ریشه است، یه همون ریشه است که ما داریم صحبتش میکنیم. بد کاپ بازی میکنن، گود کاپ بد کاپ. سپاسگزارم از توضیحاتتون. بریم فرتو رو ببینیم از یک به زبان انگلیسی به نام The National نقطه AE. بریم ببینیم این چیه. این خانم راجع به تظاهرات چند هزار ایرانی در لندن مطلب پخش کرده. خب آدم مگه ببخشید مغز چه میدونم، مغز یا پوست درخت مثلا نمیدونم چی رو خورده که حواسش نیست که داره از چی مطلب پخش میکنه؟ اونم به عنوان نه افشاگری، به عنوان تایید محتوای خبر. فرتو رو گذاشتین؟ بله. The National نقطه AE. حالا بریم فرتور بعدی ببینیم که این National AE از کی نام برده و این تجمع متعلق به کیه؟ جایگزین جمهوری اسلامی کیو میدونه؟ درود بر شرفتون. بله. مریم رجبی و مریم رجبی. حالا ما خیلی با آرامش و با ادب و در چارچوب ادب از این زن و شوهر فتنه‌گر که کوهی از پول پشتشونه که یا تو یونان آدم میخرن از تو پناهندگاه مای 2300 دلار میفرستن یه پول بخور نمیری، یا تو ترکیه آدم دارن ماهیانه بهشون پول میدن، چند نفری تو ترکیه دارن به عنوان خودفروش که برای اینا کار میکنن، که من یکیشون روزی که من فهمیدم اینا چه جرثومه‌های دروغگویی هستن از اونجا داشتم میومدم بیرون، بهش گفتم شما آدم محترمی هستی. اون نمیشناختمش خیلی، برداشت چند ماهه آشنایی من با ایشون، گفتم آدم محترمی هستی، از اونجا بیا بیرون، اینجا شما خرابت میکنن. ولی به قول گفتنی گفت نه من باید بمونم اینجا پایداری بکنم. خودشو هوادارش رضا شاه دوم نشون میداد. من نمیخوام دادوری بکنم ولی میدونم که اینها به بهانه کمک به ایشون برای درست کردن کار پناهندگیش و یه کمک بخورنمیر ماهیانه به ایشون که در ترکیه است، ایشون رو تبدیل کردن به آدمی که میگفت من جانم رو برای رضا شاه دوم، جانم رو برای کشورم و برای مردمم میدم. بعد بریم با هم دیگه ببینیم اون فرتورای بعدی رو میشه شما نشون بدین؟ از اون سپاسگزار میشم. چرا دارم راجع به این آقا صحبت میکنم؟ این آقا کار بدی هم در حق من نکرده، ولی من مثلا مسئله مردممه، کشورمه، آینده ملتمونه، آینده کشورمونه. استاد شاپور سورن پهلو یه مطلب بسیار خوب و شایسته‌ای درباره رضا شاه دوم و نقش ایشون در رهبری پیکار مردم با جمهوری اسلامی عبری عربی نوشته بود. این آقا میتونست از کنار این مطلب، یعنی آقای مهرداد قنبری که جدیدنم چون یه چند سالی مثل در ظاهر آقای شهرام همایون و این سید حمید رضا با هم قهر بودن، ولی در صورتی که من میدونستم اینطوری نبوده. خب الانم یک چند مدتی است این آقای مهرداد قنبری رو فرستادن تو شبکه شهرام همایون، مثل اینکه مراسم آشتی کنونه حالا در ظاهر، و این آقا اصلا 5 دقیقه نمیتونه حرف بزنه. بردن اونو نشوندن اونجا کنار یه تجزیه طلب حرفه‌ای مثل عثمان زرقندی با نام جلی کاوه آهنگری و نمیدونم اون جوادی کمونیست و
این و اون و نمیدونم غلامرضا حسین برو یه مش آدم خودفروخته وابسته به FDD نشوندنش اونجا. خب اینم چون خودش سرگروهش، حالا من نمیخوام به خود ایشون توهین کنم، ولی سرگروهش که آرتمیس و شاین نژاد باشن، اونا هم FDD هم دیگه، FDD هستن دوستان به خوبی گفتن. بریم ببینیم این آقا که نه درست میتونه حرف بزنه، خب حالا چیز دیگه ای نمیگم، نمیتونه خوب حرف بزنه، یعنی از لحاظ سوادش که ما دانشش رو نداره، نه چیز دیگه، این آقا رفته کامنت گذاشته تو صفحه پروفسور شاپور سورن پهلو که به ایشون بگه آقا نظر شما راجع به رضا شاه دوم و جایگاه ایشون در رهبری ملت ایران اشتباهه. اصلا خنده‌داره ها، یکی خیلی باید دیگه پررو باشه که با این جایگاه دانشی و شیوه سخنوری بخواد بری یه پروفسور میهن پرستی رو که چندین کتاب و ده ها مقاله ایران پرستانه داره، سالها پیش جز نخستین کسانی بود که دست برنارد لوئیس رو رو کرد، دست میس ان لمپتون رو رو کرد در پروژه درباره پروژه تجزیه ایران در خطوط قومی، دست برندا شفر رو ایشون چند بار رو کرده، بارها علیه نقش اسرائیل در پیروزی شورشیان 57 و پشتیبانی اسرائیل در خمینی از خمینی مطلب ایشون مقاله یا جستار یا موضوع دارن، مطلب دارن، مقاله و نوشته دارن. این آقا به خودش با پررویی پروانه داده. چرا؟ چون مأموریت داره، چون نوچش سید حمیدرضا موسوی نژاده، چون با مای چند صد دلار خودفروخته. این دیگه ببین، این دیگه نامش میهن پرستی نیست. ایشون هم الان شد مثل برندا شیفر اجاره‌ای کرایی که با سروس از سردمداران افتیدیه و اونم چون خودش خود فروشه راحت میتونه مزنه دستش برنامه. خب اگه امکان داره این رو هم بخونید، ازتون سپاسگزارم. یه مقدار بله بفرمایید. پادشاهی را ادعا کردند ولی در همین اواخر باز در یک مصاحبه تلویزیونی، این سواد درست حسابی هم نداره، ادعا رو نمیشه ادا، در یک مصاحبه تلویزیونی اعلام کردند که سوگند پادشاهی را که ادعا کرده بودند در سن پایین و در شرایط نامتعارف و از روی احساسات بوده و اعتقادی به آن سوگند ندارند و خودشان را شاه در تبعید ایران نمی‌دانند و همچنین با برائت از برخی رفتارها و کشورداری پدر بزرگ یعنی رضا شاه بزرگ بنیانگذار و پدر ایران نوین و شاهنشاه آریامهر فرید خودشان را پیرو و دنبال روی راه این دو بزرگمرد تاریخ ساز ایران نوین ندارن. این که بابا همه حرفای جمهوری اسلامی و اطلاعات سپاه رو داره میزنه که درود بر شرفتون، درود بر شرفتون، به جای درستی زدیم. دقیقا همون پروژه اطلاعات سپاه از شاهنشاه از رضا شاه تعریف کنید شاهزاده رو بکوبید، این همون پروژه سپاه، پروژه سیستم امنیتی جمهوری اسلامی و شاهنشاه آریامهر فرید خودشان را پیرو و دنبال روی راه این دو بزرگمرد تاریخ ساز ایران نوین ندانه. این الان سخنگوی شاهین نژاده؟ این الان از نوچه های اونه برنامه سازی میکنه و جدیدن هم بردنش به عنوان نماینده شاهین نژاد در شبکه شهرام همایون در پنل سیاسی شرکت میکنه. حرف نزنه، من از همینجا بهش درود میگم، ولی جناب قنبری شما حرف نزنی سنگین تری، به دلیلی که شیوه حرف زدنت بیشتر آسیب زننده است تا یاری رسانی به میهن پرستیه و کار شما دار و دسته و باند سید حمیدرضا، باند صادراتی های سید حمیدرضا موسوی نژاد و امیر گرگین و اون پسرک نادان، کارتون آب ریختن به آسیاب هر گونه دشمن ایران و ایرانی است. بهتر سکوت زبان در کام بگیره. آقای قنبری بفرمایید، خواهش میکنم. بله نمیشه. دکتر مراد یکی دیگه هم هست، ببخشید مراد جان، یه آشغال دیگه هم هست از اینا که امیر ارسلان، امیر افشار نادری، قجر زاهلی، اونم یه در موردش تو منظورم اونم توی همین مجموعه این درسته، اونو که با بزرگواری شما و کدبان کمالپور سه تا برنامه براش درست کردیم تو رستاخیز. نه منظوری که میگم جهت یادآوری دوستان بدونن، درسته توی یه مجموعه توی خط فکری فامیلیش چی بود؟ رضا چی بود؟ رضا چی بود؟ رضا حاضری. نه کی ارسلان امیر افشار نادری قجر حاضری نمیدونم چی ادامه هم داره اینقدر داره یه متر جعلیه دیگه، اینا همه نامه جعلیه که اینا برداشتن. یعنی به نوعی خودشان را از وراثت تاج و تخت معذور کردن. باز جای یک پرسش باقی است. جنابم نوشته جاب
جاب سورن پهلو به دید شما این دنبال کار میگرده؟ به دید شما آیا 40 سال زمان برای یک اپوزیسیون کافی نیست تا هنوز به دنبال یک رهبر از این سو به آن سو برود که خودش به رهبری خودش اعتقادی ندارد و ایران در بلا تکلیفی این سردرگمی گیج و مبهوت سناریو؟ عجب بابا چه جمله شد. یعنی یه بار دیگه من باید بخونم، گوش کنید دوستان، از اینجا دوباره تکرار میکنم ببینید شما چی متوجه میشید. جوکن همشون جوکن. باز جای یک پرسش باقی است. جاب سورن پهلو به دید شما آیا از آیا 40 سال زمان برای یک اپوزیسیون کافی نیست تا هنوز به دنبال یک رهبر از این سو به آن سو برود که خودش به رهبری خودش اعتقادی ندارد و ایران در بلا تکلیفی این سردرگمی گیج و مبهوت سناریوی تکراری را هر ساله و هر ماه تکرار و تکرار کند و گامی به پیش نرود؟ اوف. آیا زمانش نرسیده که اپوزیسیون به دنبال یک رهبر برانداز از دل سپاه قدس باشد؟ و در پایان دقیقاً همون چیزیه که جیسون رضا قجرجرجانی انجام داد و گفت شاهین نژاد یا همون سید حمید رضا موسوی نژاد فر شاهی داره، باید شاه بشه. و خود اون مردک هم یکی دو بار در نشست‌های هفتگی، یعنی سید حمید رضا، گفت ایشون دیگه اون نقش رو نمیتونه ایفا کنه و رضا شاه دیگری از میان ایرانیان برخواهد خواست، که بعدا من دوزاریم بعد چند ماه با پستای جیسون رضا قجرجرجانی افتاد که منظورش خودش بوده و به قول گفتنی بله. اینجا هم نشون داد در پاراگراف آخر که دوستان دارن میبینن الان، نشون داد که بالاخره یا پدر ایشون تو مزرعه و حیات خونه پدر همایون کار کرده یا پدر همایون تو مزرعه خونه اینا کار کرده، چون دقیقا همو حرف شهرام شالاتان رو زشت. شاهزاده رضا پهلوی را از صمیم قلب دوست دارم ولی به گفته خود ایشان رهبر. اجازه بدید من اینو، ایشان رهبر مناسبی برای اپوزیسیون نیستن ولی بدون شک میتوانند یک رهبر سیاسی خوب با گزینش ملت بزرگ ایران، البته در فردای پسا جمهوری اسلامی، برای ایران باشند. الزاماً رهبر اپوزیسیون نباید با رهبر سیاسی آینده ایران یک تن باشد. این الزاماً و خیلی چیزا. شکسته و دور باد اهریمن از ما، شکسته و دور، شکسته و دور باد اهریمن از مام میهن پایند. بابا این هم که زیرش زده مرداد قنبری با دو تا بیلاخ. دکتر اینا رو با چی میگیری؟ با تور گرفتی یا با گلاب گرفتی؟ من هر جا اینا رو میبینم دوستان گرامی این فرتورا رو میذارم برای روز مبادا که فردا اینها با سرنوشت ملت ایران بازی نکنن. اینا فکر کردن دوره ناصرالدین سلطانه یا دوره احمد سلطان قجره که عاشق لبو فروشی و سبزی فروشی و کلم فروشی تو فرنگ بود و اونو به پادشاهی و فرمانروایی در ایران ترجیح میداد، که مسعود بهنود در چند ماه پیش در یکی از برنامه‌هاش دقیقا دوستان شکار کردن دیگه، پشت سرش فرتور نادر احمد سلطان رو گذاشته بود، بکنن دوره احمد سلطانه و مچ اینا دیگه دستشون باز شده. امروز من توضیح دادم و ثابت کردم که کاری که اینها دارن میکنن در راستای تجزیه ایرانه و میخوان به اونجا بکشوننش. و تا امروز چرا من متخصص روابط بین الملل یا کسی که معماری خوندم باید بیان بشینم راجع به مارک ریچ دلال نفتی مخصوص خمینی و رابطه بین خمینی با موساد، یکی از رابطهای کله گنده دولت اسرائیل با خمینی باشم؟ نفت از خمینی میگرفت، سالی 16 میلیون میداد به اسرائیل. چرا من باید بیام راجع به این حرف بزنم؟ چرا این آقایی که کارشناس نفته یعنی سید حمید رضا موسوی نژاد تا حالا یه بار یه برنامه افشاگرانه در مورد دلالهای نفتی از فردای شورش پیروزی شورش 57، دلالای نفتی در رابطه با دلالای نفتی خمینی و راجب وزرای نفت در جمهوری اسلامی و اختلاس‌های بزرگی که از پول نفت ملت ایران شده، چرا تا حالا یه برنامه نساخته؟ چرا کسی که مهندسی نفت داره از دانشگاه آزاد امیدی آقاجاری
از امیدیه و اون ورش هم آجاری، جایی که من چند سال زندگی کردم در منطقه شرکت نفتیش. چرا این آقا نباید بیاد بشینه راجع به این مارک ریچ صحبت بکنه؟ چرا؟ چون میدونه به پشتیبانان و دوستان صهیونیستش بر میخوره و اصلا خب برنده شپر ناراحت میشه دکتر مراد. خب عزیزم پول در شرف حواسا رو برد کنه. ببینید من فقط میدونم زمان نداریم، فقط این فرتورهای گروه 12 رو خیلی گذرا باید ما چندتای اولش رو نشون بدیم، بعدش هم راجع به این دیدگاه صهیونیستای پارسیدار ساکن اسرائیل اونا رو میتونیم نشون ندیم. اولیش رو ببینید، یکی از عمل اکله های پانترکیزم که مورد حمایت اطلاعات سپاس اینه، یه بار تو برنامه باش صحبت کردیم من آقای قاسمی نماینده ارومیه هست بکنن. آره آستیناش اینطوری آویزون تو مجلس، هم کسی که تو مجلس داشت گلابی میخورد. بعد این آقا اصلا آقای دکتر ببخشید، ایشون از با هلیکوپتر سقوط کرده، هلیکوپتر ترکیده، این زنده مونده. چی میگی شما؟ چند بار صحبت کردیم مرادم باشه. آره چند بار صحبت کردیم. خب این آقا عمله اطلاعات سپاه برای کارهای پانترکیستیه و شیوه حرف زدن بلد نیست. حالا نبگم به پارسی، حتی به زبان مادریش که آذری هم بلد نیست، حرف میزنه به آذری، حالتون به هم میخوره. یه همون کسیه که در گفتگوش به زبان آذری با یک با خبرنگارا یا با چند تن در ارومیه گفت که این فروشگاه کوروش یه شبه تو ارومیه ثبت شدن، ما باید این فروشگاه رو ببندیم. هزار بار پوزش میخوام که این گونه میگم، گفته ایشونه و ما اجازه نمیدیم تهران با تهران ما اجازه نمیدیم به بعضیا که با قاشق تهران گوی ارومیه رو بخورن یا مطبوع ارومیه رو. این طرز حرف زدن این پدر سوخته است از عمل اکلای وزارت اطلاعات برای کارهای پانترکیسیه. بعدیشو ببینیم کیه، این خیلی جالبه. کیه؟ دایان فاینستاین 86 ساله، سناتور یهودی آمریکایی از حزب دموکرات. اینو میشه بخونید؟ چون با این امروز من یه 5 دقیقه با این خانم کار دارم. بعد از برنامه کار دارید یا تو برنامه؟ خب پس دکتر بس من پس اگه اجازه بدید من مرخص شم از حضورتون. شما و جان جاهتو دارید. نه نرید خواهش میکنم. من 5 دقیقه زمان بدید، بعدن خواستید تشریف ببرید. این من نوشتهشو میشه با شتاب بخونید. فاینستاین سناتور دموکرات 86 ساله ایالت کالیفرنیا که به ترامپ نامه نوشته تا با پرداخت وام 5 میلیاردی به جمهوری اسلامی موافقت کند، همان سناتوری است که 11 ماه پیش در نیویورک میزبان جواد ظریف به صرف نهار بود و همچنین در حال گفتگوی تلفنی با جواد ظریف در راهروهای کنگره دیده شده بود. فاکتور بعدی رو هم نشون بدین خواهش میکنم. بله، سید حسن آملی امام جمعه اردبیل در پیامی یک دولت بیگانه، دولت باکو را مسئول حفظ عزت و غرور آذری‌های ایران دانسته. او به چه حقی عزت شهروندان ایران را به دولتی بیگانه گره زده؟ این عکس اوست در کنار محمد رحمانی‌فر، کارشناس ثابت شبکه تجزیه طلب گوناز که چند سال پیش در دفترش گرفته شده است. خب ببینید، یعنی من اینم یه سند دیگه که آخوندا ملاها در این قضیه در مسائل تجزیه طلبی دست دارن و خود اصلا تولیتش با جمهوری اسلامی و امام جمعه و خیلی از این ملاهای کوچولو توی شهرها و مناطق گوناگونه. ما فقط یه چیزی رو در حد 5 دقیقه با شتاب باید نشون بدیم. فرتورای گروه 10 رو لطف میکنید بیاری. بله بفرمایید. میشه بخونید این رو؟ خبرهای پنهان. اگر بازی رسانه‌ای با قتل همسر نجفی، امام جمعه کاظمی و رئیس پلیس آگاهی اسلام آباد غرب تموم شد، اجازه داریم بپرسیم چند روز پیش آقای ظریف به چه مناسبتی با خانم دایان فاینستاین، سناتور یهودی ایالت کالیفرنیا به صرف شام دیدار کرده است و پشت بله. آن طرف پرده چه می‌گذرد؟ میل پرده. سپاسگزارم. فرتور بعدی هم از پلیتیکو پلی بوک همین مطلب رو تایید کرده. اینو فقط به عنوان سند نشون میدیم، زمان نیست روش متمرکز شدن. فرتور بعدی، این چند تا فرتور رو میتونید شما پشت سر هم نشون بدین. این در یکی از تارنمای مشهور آمریکایی گذاشته شده، نشون میده خانم دایان فاینستاین با اینکه از حزب دموکراته ولی به شدت هوادار اسرائیل، برای اسرائیل کارهای لابیستی میکنه، از طرفی هم با جمهوری اسلامی در ارتباط بوده
خیلی جالبه، یه حلقه متصله بوده، یعنی اتصال ایجاد میکرده. خب و این نویسنده خیلی جالبه، بعدن توی همین نوشتش میگه اگر دموکرات اینه و اینجوری هوادار و لابیگری میکنه، پس جمهوری خواها دیگه چی هستن؟ و این هم یه تجمعی که یهودیان سان فرانسیسکو برای پشتیبانی از اسرائیل گرد آمده بودن اونجا در نمیدونم کنار چیچی پلازا، که این خانم فاینستان رفته سخنرانی کرده. فرطوری داریم که با نتانیاهو نشون میده خانم فاینستان. بله الان رو تصویره. بله. و بعد این نویسنده این مقاله میگه اگه کنسرواتیو ها هوادار اسرائیلن و لیبرال ها هم مانند دایان فاینستاین اسرائیل گرا هستن، پس چه کسی تبلیغات ضد یهودی در آمریکا رو داره به پیش میبره؟ خب فرطور پایانی رو هم نشون بدیم و دیگه من گفتم رو بله به پایان برسونم. نشون دادم. روزنامه هارت. بله. روزنامه هارت، ریچارد بلوم نوشته، ریچارد بلوم روزنامه این کارنمای اسرائیلی هارت، ریچارد بلوم شوهر میلیاردر دایان فاینستاین و کارهای عاشقانه او یا عشقبازی او با اسرائیل، بسیار هم کمک میکنن به اسرائیل این زن و شوهر، و از طرفی هم با آقای ظریف شام هم نوش جان میکنن. خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. من گفتم رو به پایان میرسونم. برای بردباری همیهنان گرامی سپاسگزارم. پوزش میخوام که بیشتر من سخن گفتم، من شنونده خواهم بود. در خدمت. سپاس از شما جناب دکتر مهراد عزیز، پرتوان باشید. من امشب به خاطر اینکه شرایطم مناسب نبود برای مقدارم بعد، حالا دکتر جان دوربین تو اگه میشه لطفا باز کن، تصویرها به هم میریزه. ممنون. این پایان برنامه، چند ثانیه تحمل کنی الان تمام میشه. سپاس از شما. زیاد نتونستم در خدمت شما دوستان باشم، انرژی رو جمع آوری میکنم ذخیره برای برنامه FTD که با جناب قاسمی باید بتره کنیم، خیلی یارو بیاریم پایین. جناب قاسمی بفرمایید. بله خب دوستان عزیز سپاسگزارم که نزدیک 4 ساعت شد دیگه جناب کمالپور درسته، نزدیک 4 ساعت و تا پایان برنامه میشه 4 ساعت و ربع دقیقه الان 4 ساعت. خب بله سپاسگزارم که دوستان 4 ساعت و ربع نشستن. شاید مطالبی که گفته شد چون خیلی تونتون دکتر مراد باید خیلی چیزا رو توضیح میداد، خواهش میکنم از دوستانی که براشون مهمه اونایی که نه نشستم فقط یه برنامه ای رو ببینن و حالا چهار تا تخمه بشکنن و فلان، نه من قیافه خوشگلی دارم، نه جناب مهران، نه دکتر جناب مهران، نه جناب کمالپور. ولی خب معمولا دوستانی که بیشتر برنامه ما رو میبینن دنبال یه هدفی هستن، دنبال دانستن هستن. اون بخشی که خیلی میخواید بدونید و فعالترید، لطفا این برنامه رو دوباره از اول گوش کنید، چند بار گوش کنید. همین برنامه، هم برنامه‌ای که ما دیشب گذاشتیم، اینا فصل دوم چهارراه سرگردان، دیشب قسمت اولش بود، امشب قسمت دوم و احتمالاً فردا شب قسمت سومش که بسیار بسیار به قول معروف مهمتره که آدم‌ها رو بشناسیم که دارن این اندیشه کثیف ایران ستیزانه رو که در موردش همه رو اسنادش رو نشون دادیم، چه کسانی دارن میبرن جلو که در داخل ایران اینو پیادهش کنن و سرنوشت ایران رو به کجا برسونن. این میدان بسیار بسیار مهمه. دوستان لطفا هم برنامه دیشب هم برنامه امشب رو حتما پخش کنید. ما در گذشته هم چند فصل اول چهارراه سرگردان هم قسمت‌های بسیار بسیار مهمی بود که دوستان امیدوارم اونا هم به خاطر داشته باشن. متاسفانه ما به خاطر اینکه خب صحبتایی که می‌کنیم صحبتایی که نباید زده بشه دیگه.